بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان سه حقیقت برتر افضل و بالاتر از هر چیزی در اختیار ما قرار داده که اگر وجود ما، دل ما، روح ما، اخلاق و عمل و نیت و اندیشه ما به این سه حقیقت برتر پیوند بخوره و تا جایی که برای ما میسر و ممکنه از این سه حقیقت بهره ببریم، رنگ بگیریم، طبق یکی از آیات سوره مبارکه بینه ما هم میشیم برتر، والاتر، افضل و قابل مقایسه با دیگر انسانهایی که جدای از این سه حقیقت هستند نخواهیم بود. قرآن مجید و روایات هم پیوندداران با این سه حقیقت رو با هیچ موجودی مقایسه نکرده. یک حقیقت برتر که در نوع خودش همسان نداره، قرآن کریم، قرآن مجید، کتابی است برتر و بالاتر از همه کتاب‌های انبیاء الهی و در انسانسازی و تربیت کردن از هر کتابی که در گذشته تا کنون نوشته شده و در آینده نوشته میشه بالاتر، برتر، افضل. اما دومین حقیقت که برترین و بالاترین پیغمبر عظیم الشأن اسلام، من یه متن
بسیار بسیار مهمی رو در اوصاف وجود مقدس او از یکی از بهترین کتابهای شیعه محجة البیضاء فیض کاشانی در باب محبت و شوق و انس براتون نقل میکنم که این متن یا از وجود مبارک امیر المؤمنین روایت شده یا از حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. بسیار متن مهمی، هفت صفت از اوصاف پیغمبر عظیم الشأن اسلام در این متن بیان شده. اول، کان رسول الله اخشى الناس لربه. این یه صفت. خب امیرالمؤمنین یا حضرت سید الشهدا تمام روش و منش و کار و اخلاق پیغمبر اکرم رو دیده بودن، لمس کرده بودن، درک کرده بودن، دارن دیده خودشونو، درک خودشونو، لمس خودشونو از این وجود عظیم بی نظیر بیان میکنن. حضرت میفرماید پیغمبر در خشیت نسبت به پروردگار از تمام اهل خشیت جهان از اولین و آخرین بالاتر بود. اخشى الناس لربه. خب خشیت یعنی چی؟ بیشتر خود منم شنیدم رو منبرا یا تو نوشته ها یا تو ترجمه ها کلمه خشیت به معنای ترس آورده شده، در حالی که ترس لغتش خوفه نه خشیت. خشیت خوف درش لحاظ شده ولی به معنی خوف نیست. من امروز یکی از منابع بسیار مهم لغت قرآن رو که 14 جلد فقط تحقیق درباره لغات قرآنه نه لغت عرب نگاه می کردم، اونجا آمده بود که خشیت به معنای سپر داشتن برای هر کاری، چون کار باطل هم زیاد داریم، کار لغو هم زیاد داریم، کار بیهوده هم زیاد داریم، کار بی نتیجه هم زیاد داریم که این کارا عمر رو نابود میکنه و عمر رو پوچ میکنه. خشیت یعنی خود را در کمال حفاظت و صیانت و وقایه قرار دادن در برابر هر چه عمل پوچ همراه با ترس از این که
به شری، به زیانی، به مشکلی و به عذابی بر بخورم. این به معنی خشیت. این یا حالت پیغمبر، اخشاهم لربه، هیچ انسانی قدرت نگهداری خودش رو از شرور دنیا و آخرت مانند پیغمبر عظیم و شأن اسلام نداشت. هیچ جام رو دربستی نمی کرد، هیچ، برای حفظ خودش، برای حفظ تبلیغش، برای حفظ مسئولیتش. یک کسی بود بعد پیغمبر عظیم و شأن اسلام ادعای پیغمبری کرد، البته مزاحم مسلمان ها شد و جنگ شدیدی هم بین او مسلمان ها در گرفت و کشته شد به نام مسیلمه. این زمان حیات پیغمبر، یه روز اومد مدینه، به پیغمبر اکرم گفت من پول میدم، نیرو میدم، تو رو توانمند قرار میدم، شر دشمنان تو کم میکنم، به من قول بده که بعد مرگ خودت حکومت بر این جامعه مال من باشه. روزگاری که پیغمبر اکرم در کمال سختی و رنج و جنگ و گرسنگی و سختی بود، به مسیلمه فرمود من در امر ولایت بعد از خودم از امر پروردگار تجاوز نمی کنم. کی نقل کرده این روایتو؟ اهل سنت. کجا نقل کردن؟ صحیح مسلم. یعنی یکی از مهمترین کتابهاشون. یه جمله، و اتقاهم له، با تقواتر از پیغمبر در این عالم نبوده. که من اینجا بدون تفسیر، بدون توضیح، بدون شرح باید براتون عرض بکنم، ما یه تقوای فکری داریم که آدم فکر بد در حق هیچکی نکنه، نقشه بد در حق هیچکی نکشه. این تقوای فکر. من وقتی فکر بد نسبت به کسی نکنم، چون اگه چیزی هم دیدم که زمینه فکر بده، دین به من یاد داده محمل صحت براش درست کن. یعنی بگو من خبر ندارم این آدم مسلمونه، مؤمنه، کار درستی رو میخواد انجام بده، کار درست محمل صحت. و پیغمبر بالاترین تقوای فکری رو داشت. من اینا رو دارم میگم که اعتقاد شما به حضرت یقینی تر باشه که کیو بعد از پیغمبر و ائمه ما بریم دنبالشون، بهشون اقتدا بکنیم. این بالاترا رو خدا در اختیار ما گذاشت، این برترین ها رو خدا برای ما قرار داده، اینا چراغ های پروردگار
در راه زندگی ما هستن. یه تقوام تقوای قلبه و تقوای قلب اینه که من نیتم همه جا در همه کاری برای خدا باشه، یعنی اصل دلم رو تربیت کنم. خدایا میخوام بخوابم شبه برا تو میخوابم، یعنی بقبولونم به دل. خدایا اگه بیدارم کردی، چون خیلی ها رو خدا خواب بیدار نمی کنه، روحشون رو تو خواب قبض میکنه و میمیرن. در قرآن مجید که وقتی میخوابیم من روحتونو میگیرم، اگر بخوام بر میگردونم بیدار میشه، نخوامم که بر نمیگردونم، صبح باید تابوت بیارن ببرنید به اجده را. اون دیگه اراده من، اینی که پیغمبر به ما سفارش کرده، امیرالمؤمنین سفارش فرموده، کاراتون هم میشه شسته رفته باشه که اگه شب از خواب بیدار نشودین بردنتون اون طرف، یه زندگی راحتی در برزخ و قیامت داشته باشه. هر شب کارتون شسته رفته باشه، هر شب میشه اینجور زندگی کرد؟ کاملا کاملا. من با خیلی ها رفیق بودم، خیلی هاشون مردن. هر وقت بهشون میگودم حال چطوره، میگو راحت هم. هم از مردم، هم از خانواده، هم از پول، هم از مردن، هم از برزخ، هم از قیامت راحت. آخه اینا چشم به هیچی نداشتن، به نیت خدا زندگی میکرد. خب من وقتی نیت لله رو به دلم بقبولونم، این میشم که قرآن میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این میشه خدایا نمازم، عباداتم، مرگم، حیاتم، که همه چیم تو همین حیات هست دیگه. حیات با خوردن و خوابیدن و را رفتن و دید و بازدید و کاسبی کردن وصل. خدایا همه چیم برای تو. بسم الله و بالله و فی الله و لله و علی الله و الی الله. اینو به خودم بقبولم. خدایا دارم تو خونه وضو میگیرم برای تو، مسجد میرم برای تو، نماز جماعت میخونم برای تو، منبر میرم برای تو، گریه میکنم برای تو، میخندم برای تو. این بالاترین تجارت، یعنی معامله کردن با کریم، با غنی، با خزانه داری که خزانش تموم نمیشه، با همه کارام، با همه کارام. گاهی هم این کارا سود عجیبی به انسان میده. تقوای دل عبارت از نیت خالص. یه تقوام تقوای سر که عرض کردم بی تفسیر باید رد بشم، یه تقوام تقوای سر و سر که من به نظرم میاد به تقوای سر
مشکل خودمون رو برسونیم به تقوای سر و سر، که اصلا نمیتونیم خودمون رو برسونیم. ولی پیغمبر اکرم به نقل امیرالمؤمنین و ابی عبدالله در فکر، در نیت، در روح، در دل، در سر، در سر و سر با تقواترین انسان ها، اخشناس و اتقناس میشه روایت لربه. تازه همه این تقواها رو هم برای خدا قرار داده بود، لله قرار داده. و اعلمهم به، این صفت سوم پیغمبره که امیر المؤمنین میفرماد احدی در این عالم به پروردگارش عالم تر از پیغمبر نبود. یا از سوره شعرا عنایت کنید، میدونید که ابلیس قبل از خلقت انسان ها با سه حقیقت فقط اتصال علمی داشت نه عملی. این اتصال عملی رو با یکیش داشت، سر سجده نکردن به آدم قطعش کرد. اینی که همیشه لعنتش میکنیم و طبق قرآن میگم، یکی این که پروردگار رو کاملا باور داشت، باور داشته. در قرآن مجید چند بار خدا نقل میکنه که به عزت من قسم خورد، فب عزت کم. خب معلوم میشه که حسابی خدا رو قبول داشت، عملم داشت در کنار این قبولی، ولی عملو با سجده نکردن برادم قیچی کرد، از دیگه خدا رو ول کرد، منکر نشد، هنوزم خدا رو قبول داره ولی به فرمان خدا عمل نمی‌کنه. دو، قیامت رو قبول داشت به طور قطع. به چه دلیل؟ گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا زمانی که بندگان تو برمی انگیزانند برای ورود به قیامت، به من مهلت عمری بده تا برپا شدن قیامت جان منو نگی، من زنده بمونم. قیامت رو قبول داشت، ولی به لوازم این قبول پایبند نبود. میدونست معصیت کار قیامت اهل عذابه و معصیت کرد، میدونست متکبر در قیامت اهل آتش تکبر کرد، میدونست، میدونست اگه کسی یه نفر رو گمراه کنه، مثلا یه جوان بیدینی یه دختر دینداری رو گرفته دختره رو بیدین کنه، بچهش رو بیدین کنه، رفیقش رو بیدین کنه، در تعویل آیات قرآن بیدین کردن یه نفر گناهش مساوی با بیدین کردن کل انسان‌های آفریده شده است. اینو ابلیس می‌دونست، ولی به خدا گفت هر چی خلق کنی بیدین میکنه، اما خدا رو قبول داشت، قیامت رو قبول داشت. خبرم داشت که در نسل آدم انبیا و ائمه به وجود میان، فکر میکنم چون
بین ملائکه مسائل و معارف گفتگو می شده، ایشون هم می شنیده، خبر شده بود که در نسل آدم انبیا و ائمه به وجود میان. به خدا گفت لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من زورم به مخلصین نمیرسه. پیغمبر اکرم اعلمهم به، داناترین انسانها به پروردگارش بود، ولی دانایی که عبد خدا بود، دانایی که کار برای خدا انجام میداد. ولی آدم دانایی به خدا و به قیامت و به انبیا باش، ولی ملتزم به لوازم توحید و نبوت و ولایت نباشه، درخت بی ثمره، آدم مفتیه، آدم به درد نخور. و اعلمهم به، چه معرفتی داشت به پروردگار، چه معرفتی داشت. به خدا آدم بختش میبره. توی سوره شعرا این آیه خیلی آیه جالبی، یعنی دو تا آیه پشتر همه میفرماید سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. هر عالمی، خوب عنایت کنید آیه، هر فیلسوفی، هر حکیمی، هر دانشمندی، هر پروفسوری من رو وصف بکنه، بگه خدا اینه 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 اینه، من از تمام توصیف اینان منزه و پاکم، تنها توصیف درست در این عالم درباره من توصیف مخلصی. یعنی انبیا بگن من کیم اونو قبول بکن، اما افلاطون و سقراط و ارسطو و فیثاغورس و کندی و ابونصر فارابی و فلان فیلسوف و فلان فیلسوف خارجی، اینا بیان منو وصف بکنن، اون وصف من نیست، من منزه و پاک از حرفای اونام. شما گوشتون به زبان پیغمبر من باشه که درباره من چی میگه، اون درست. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم